رضا کاظمی هستم و این پادکست درباره سریال پوست شیر. آدرس وبسایت من هست www.rezakazemi.com. همین اول روشن کنم که من قصد ندارم یه نقد آکادمیک ارائه بدم. آنچه خواهم گفت آمیزه ای از نقد با سلایق و علایق شخصی خودمه. برام خیلی جالب بود که همزمان با شکل گیری یک جنبش اجتماعی در نیمه دوم سال 1401 و در یک مقطع به شدت خطیر و بحرانی و سرنوشت‌ساز، چگونه یک سریال معمای جنایی در دل اون شرایط خاص این همه میتونه پرطرفدار و پرتماشاگر بشه و تماشاگرانش هم لزوما کسانی نیستن که از شرایط موجود خیلی خرسند و خجسته هستن. این پادکست چند سرفصل داره و اول میخوام به اهمیت قصه های جنایی معمایی اشاره کنم. من از وقتی خودم رو شناختم شیفته داستان های جنایی معمایی بودم. بزرگتر که شدم و دستم به نوشتن های جدیتر که رفت و مخصوصا وقتی پا به حوزه نقد فیلم گذاشتم، متوجه شدم که اساسا فیلم ها و داستان های جنایی معمایی به عنوان آثار درجه دو یا درجه چند ارزیابی میشن و کسر روشنفکری اگر کسی ژانر محبوبش جنایی باشه. اکثریت غالب منتقدا اصرار دارن سینما و ادبیات رسانه‌ای برای ابلاغ پیام و حرفای مهمی در باب تعالی بشر باید بزنن. این دقیقا همون چیزیه که صاحبان قدرت همیشه دنبالش هستن. از این جهت تفاوتی میان رویکرد یک حکومت ایدئولوژی با ابزار ممیزی ارشاد تنبیه و اینا با نیه مثلا نظام حاکم بر صنعت فیلمسازی در غرب به خصوص در هالیوود وجود نداره. وضعیت کشور خودمون که بر همه برملاست، اما مثلا ببینید هالیوود چطور در یه دهه اخیر قفلی زده رو قضیه سیاه‌پوستا و LGBTQ+ و ببینید جشنواره‌های جهانی فیلم به چه فیلم‌های جایزه میدن و پروموت میکنن فارغ از ارزش‌های دراماتیک، ارزش‌های سینمایی، صرفاً یک نوع بازی ایدئولوژیک انگار در جریان. چیزی که این وسط قربانی میشه لذت ناب سینماست که ذاتاً قرار بوده بستری برای لذت و سرگرمی باشه، اما گویا دیگه نیست. اما حتی به فرض پذیرش این که سینما و پیرو و سریال حتما باید محتوای متعالی تولید کنن، بازم من آثار جنایی معمایی رو در صدر همه متعالی ها میبینم. ما در دنیایی از درام ملو، شما بگو ملودرام یا فانتزی یا کمدی، زندگی نمی کنیم. جنایت در سطوح مختلف بر زندگی انسان چنبره زده. جنایت فقط قتل نیست، بلکه تمام لایه‌های پیچیده اخلاقی رو در بر می‌گیره. واکاوی جنایت در واقع کاوش در ژرف‌ترین لایه‌های روان و ذهن آدمیزاده. هر جنایتی برایند همه نیروهای پیشبرنده‌ایه. مثلا از اهمیت ژنتیک بگیرید تا محتوای آموزش و تربیت در خانواده، نظام آموزشی و اجتماع. جنایت رو در بستر فرهنگ، اقتصاد، روابط اجتماعی و روانشناسی و جامعه شناسی میشه آنالیز کرد. جنایت رو میشه بهانه‌ای کرد برای سر بردن به تاریک‌ترین گوشه‌های روان انسان و به اصطلاح احضار محتویات سرکوفته در قلمرو ناخودآگاهش. جنایت ارتباط تنگاتنگی با کمپلکس‌های روانی ناشی از فقدان‌ها، تروماها یا روان‌ضربه‌ها و محرومیت‌ها داره. محرومیت‌هایی که از بالا اعمال میشه، از خانواده اعمال میشه، از سوی جامعه اعمال میشه، از سوی نظام قاهر و قهار اعمال میشه. جنایت همچنین میتونه در ذات طبیعت باشه و از ملزومات بقا. من در فیلم‌های جنایی هیچکاک، کلود شابرول، دیوید فینچر و امثال هم علاوه بر لذت ناب روایت و قصه گویی، عالی‌ترین و متعالی‌ترین روشنگری و روشن‌اندیشی رو میبینم. من در جنایت هولناک جاری در فیلم های میشایل هانکه شرفترین نگاه به انسان و فلسفه خشونت جاری در ابعاد گوناگون زندگی انسان مدرن رو جستجو کنم. خارداشت و تمسخر فیلم های جنایی محصول اسنوبیسم دمودهیه که درکی از ارتباط تنگاتنگ جنایت با رومانس، تراژدی و درام نداره. ما در متن جنایتی فراگیر زیست میکنیم در تمام مویرک های اجتماع انسانی جاریه، در همه جای زمین، از جنگ و استثمار و کشتار و سرکوب هر صدای نقد و اعتراض بگیر تا روان نژندی و سایکوز رو به فزونی در میان انسان ها، از دروغگویی پاتولوژیک در سطوح فردی و اجتماعی
بگیر تا عافیت طلبی و انفعال محض در برابر تضییع حق حمله ها و خشونت جاری در رفتار و کردار و گفتار روزمرمون در قبال همسایه رهگذرا هم. سینما و ادبیات جنایی هرگز درجه چند نیستن. بیایید برای این جست متفرنانه روشنفکری برای همیشه خط بطلان بکشیم. اما بریم سر وقت سریال پوست شیر. آیا این سریال به لحاظ فیلمنامه بی نقص یا کم نقصه؟ باید بگم متاسفانه نه، حتی کم نقص هم نیست. ایرادهای پرشماری به لحاظ منطقی در فیلمنامه هست. یه وقتی هست که ما با یک فیلم واقع نمایانه یا رئالیستی روبرو نیستیم، مثلا منطق فانتزی یا ماورایی یا سورال در متن جاریه، در اون صورت ایرادگیری منطقی خیلی وقتا محلی از اعراب نداره. اما پوست شیر فیلمیه که چه به لحاظ قصه و چه در اجرا میخواد واقع نمایی رو به رخ تماشاگرش بکشه. استفاده از دوربین روی دست، قابهای مخدوش، فلوفوکوس با عمق میدان مصنوعی، تصحیح رنگ با فیلتری که رنگ سردش به مغز استخون مخاطب میشینه، با نمایش بیرحمی و خشونت به شکل زهردار و کاراکترهای قصه و پردازش اونا در رفتار و گفتارشون، کمترین نشانی از خیال پردازی و فانتزی یا سر در یک اتمسفر ماورایی نداره. واقعیت به گزنده ترین شکلش پیش روی ماست. پس ایرادهای منطقی فیلمنامه حسابی بیرون میزنه و آزاردهنده است. نه فرصتشو دارم و نه میخوام که جز به جز این ایرادها رو در این پادکست که همینجورشم کمی تا قسمتی طولانیه بیان کنم. یه مثال میزنم که از قضا خیلی روشن و ناامید کننده است. چاره‌گشایی سرگرد مشکات با بازی شهاب حسینی برای حل معمای گردنبند مربوط به شخصی به نام صمد، دور از منطق و با نهایت تأثر و تأسف نازل تر از گره‌گشایی های بدترین نمونه های فیلم فارسی و فیلم هندیه. اینکه شما یکی از نقاط بسیار مهم دراماتیک قصه معمایی رو اونم در یک فیلم رئالیستی به بزویاری و خوششانسی پیوند بزنی، قطعا فقط از ارزش حل معما کم میکنه و احتمال ناچیز رخ دادن اون بزویاری اوضاع رو بدتر هم میکنه. اینکه به فاصله چند روز دوباره به محل وقوع جرم در یک جاده پرت و پلای بیرون شهری بری و توی علفا چند مکعب که حروف انگلیسی روشون نوشته شده پیدا کنی، به خودی خود فاجعه است برای یه فیلم جدی. حالا فکر کن بیا اینو دو مرحله دیگه بدتر و بدترترش کنی. یعنی اول دقیقا در زمانی که کاراگاه مستعصل شده از حل معما بره آبدارخونه برای خودش چای بریزه، از قضا دو تا سرباز وظیفه اونجا مشغول حل جدول یه روزنامه باشن و ناگهان به ذهن کاراگاه خطور کنه که حتما حروف دیگه ای هم هست که باید بره سراغشون. من مخاطب همینجا سرمو به دیوار میکنم از این ساده انگاری نویسنده. بعد به همین افتضاح هم بسنده نکنی، کاراگاه بره دوباره همون حاشیه جاده پرت و پلای بیرون شهری، چیزی هم پیدا نکنه باز، اما یهویی دختر بچه بیاد سراغش و پشت بندش هم یه پسر بچه هم با خودش بکشونه سمت کاراگاه، کاراگاه هم با اون خوشو بشکنه، موقع خدافظی با اون پسر بچه دست بده باش ببینه تو دستش یه دستبند کشیه که چند تا مکعب گم شده توشه. این روی کرد حتی در نازلترین زی مووی هم دیگه دیده نمیشه. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. کلن حساب کردن روی احتمالات ناچیز در متنی که قراره با یه نقشه حساب شده توطئه سر و کار داشته باشه، یعنی سقوط آزاد. برای مثال دیگه کل نقشه راه بندون شمال به تهران با لغزنده کردن جاده و اتفاقات بعدش به شدت روی هوا و مبتنی بر احتمالات ناچیزه و حال مخاطب منطقی رو میگیره. مؤلف میتونه از موضع دیکتاتور به مخاطب بقبولونه که این روند منطقیه و توی این فضاسازی میتونی قرار بگیری و باورش کنی، اما با اندکی درنگ و تعقل میشه فهمید که محصول این مهندسی یه تار عنکبوت خوشگله که با اینکه زیباست اما به تلنگری بنده. از اینم که بگذریم، استراتژی اساسی نویسنده ها پنهان نگه داشتن اطلاعات از مخاطب برای داشتن دست بالا و این گرچه میتونه تعلیق و استراب ایجاد کنه و در این زمینه موفق هم بوده، اما به لحاظ ارزش گذاری پایه‌ای ترین و مبتدیانه ترین فرمول نگارش قصه های معمایی. اساسا دو جور حل معما در ادبیات و سینما داریم. در نوع نازلش اطلاعات از مخاطب مخفی نگه داشته میشه و سرآخر کسی که اصلا ندیدیمش یا اطلاعاتی ازش نداریم قاتل از کار در میاد. در رویکرد پیشرفته ترش نویسنده از مخاطب دعوت میکنه که بر اساس داده های موجود در متن مثل یک کاراگاه در روند حل معما مشارکت کنه.
و یه لذت ناب رو شخصا تجربه کنه. خوشبختانه پوست شیر این روی کرده دوم رو هم داره و به همین دلیله که در فضای اینترنت این همه پست با گرایش به تئوری پردازی در خصوص معماهای این سریال مطرح شده. البته سازندگان این سریال به شکلی فعالانه که از متن بیرون هم میزنه تلاش میکنن مخاطب رو گمراه کنن و از هیچ فریبی دریغ نمیکنن. اینها ایراد دراماتیک نیستن و از قضا حرص مخاطب هم در میارن که هدفی هم جز این منظور نظر سازنده ها نبوده. حرص بخور، دنبال کن. البته در یک برآورد کلی نظر من اینه که استراتژی دروغگویی و پنهانکاری بر استراتژی شریک کردن مخاطب در حل معما به شدت غلبه داره در این سریال و یه جایی به حد فوق اشباع میرسه و این قطعا یه نقطه قوت برای متن جنایی معمایی به شمار نمیاد. میشه حق داد به سازنده ها چون پای سرمایه سنگین در میونه، بحث اقتصادی هست، فیدبک، آمار مخاطب و اینا ارجح بر همه چیز. برسیم به اجرای پوست شیر. من اجرای پوست شیر رو بسیار شکیل و تمیز و چشم نواز دیدم. فیلم برداری به شدت باب طبعم بود و میدونم اصلا کسایی که این شکل از فیلم برداری رو نمیپسندن، اما من خیلی پسندیدم. کارگردانی کم نقص بود و یک دست و در کل خوب. اما اینجا یه اسپویل داریم، اگه سریال رو ندیدین یه 20 ثانیه‌ای بزنین جلو. آماده ایم؟ اوکی. در مهمترین سکانس کل سریال که مربوط به قتل غافلگیرانه ساحل هست و به شکل اسلو موشن نمایش داده میشه، به لحاظ تایمینگ و تدوین و حتی بازی یک افتضاح به تمام معناست و در بدترین فیلم های هندی هم نظیرش رو کمتر میشه دید. لازم نیست تدوین بلد باشیم. کسی اگه کمترین درکی از مقوله زمان داشته باشه میفهمه که جابجایی نماها در این سکانس پر از سکته و ایراده. این همه تغییر فاز ناگهانی در جنس کارگردانی و تدوین رو من درک نکردم. ما سکانس های جاودانه ای در تاریخ سینما داریم که به شکل اسلو موشن ارائه شدن و از قضا به موقعیت های خیلی بحرانی و خطیر میپرداختن. مثلا سکانس پلکان ایستگاه قطار فیلم تسخیرناپذیران برایان دی پالما، یا سکانس اول فیلم آزار ساخته سیدنی لومت، یا اون سکانس مشهور سرپیکو که باز هم ساخته سیدنی لومت و این دو فیلم کلن یه جورای برادر ناتنی هم هستن انگار. من با اسلو موشن بودن سکانس قتل سایل در پوست شیر هیچ مشکلی ندارم، گرچه یه غافلگیری ضربتی رو در اوج سکانس احساسی با اون موسیقی احساسی رو خیلی بیشتر میپسندم و فکر میکنم خیلی کوبنده میتونست باشه، یه بهت ناگهانی میتونست ایجاد کنه. اما الان گیرم بیشتر با تایمینگ و تدوینه و عدم تطابق عقلانی و منطقی ریاکشن ها با رخداد مورد نظره. هر توضیحی هم بیشتر عصبی میکنه. کافیه این سکانس رو ببینید تا متوجه بشید وقتی از سکته صحبت میکنم یعنی چی و یه تغییر فاز بیدلیل در لحن کارگردانیه. به نظرم کارگردانی رو در کل موفق و شکیل میبینم. در بحث بازی ها به جز بازی شهاب حسینی و بابک کریمی که ایشون کلن سوء تفاهم در مقوله بازیگری، بقیه بازی ها درخشان و بعضی جا به شدت غافلگیرانه بودن. علیرضا کمالی در نقش رضا پروانه، پانتا بهرام در نقش لیلا، بهزاد خلج در نقش رسول بی نظیرن و در کل همه بازیگر از یه استانداردی فراترن. اما متاسفانه جنس بازی شهاب حسینی هیچ سنخیتی با بازی کم ادا و رئالیستی بقیه بازیگر را نداره و دوز اکت و اداش خیلی اون طرفتر از خط قرمزیه که بازی واقع نمایانه و بازی اغراق شده رو از هم جدا میکنه. بازی ایشون که در کل بازیگر بسیار توانایی هستن، در این سریال اغراق شده و به شدت ادایی و دور از جنس و لحن سریاله. شاید اگه جنس بازی بقیه شبیه ایشون بود این عدم تجانس به چشم نمی اومد. یه دردسر بزرگی در کار با سوپر استارها یا کسایی که توهم سوپر استار بودن دارن یا جامعه این لقبو بهشون میدن وجود داره برای کارگردان. حتی گاهی کارگردان با سابقه هم به دلایلی شرم میکنه یا خجالت میکشه که از چنین بازیگر ایراد بگیره. گاهی خلق بد و تهاجمی بازیگر باعث میشه برای نخوابیدن پروژه طرف قید چالش با بازیگر رو بزنه. گاهی بازیگر تهاجمی هم نیست و اتفاقا خیلی هم معجوبه، اما به هزار و یک دلیل نمیشه بهش گفت که تو داری بد بازی میکنی. گاهی هم مشکل از خود کارگردانه که اساسا نمیفهمه بازی ها یک دست نیستن و
و اتفاقا از اغراق‌های بازیگر خرکیف میشه و حس معاشرت با مارلون براندو بهش دست میده. اما بعد که فاصله میگیره از اثر، میبینه ای دل غافل چه کلاه گشادی سرش رفت. درباره بازی آقای هادی حجازی فر هم نظر خاصی ندارم. ایشون هم مثل آقای بابک کریمی کلن یک سوء تفاهم هستن در بازیگری و ایشون هم از اون جمع رانتخارانی هستن که با طی کردن یه روند خیلی شناخته شده و خاص وارد سینما شدن. چهرهشون، شمایلشون به این نقش میخوره، اما ضعف‌های واقعا مبتدیانه‌ای در بیان و اکت دارن ایشون که اصلا پرداختن بهشون بیهوده به نظر میرسه و از هر و من شمسه. دیدم که خیلی از این یوتیوبرها اصلا با لحن ایشون، با نوع بازی ایشون کلی میم ساختن، کلی شوخی کردن. اما یه نکته رو باید بگم، در قیاس با بازی بسیار بعدشون در فیلم لاتاری که اونجا مثلا نقش داشمشتیه لوتی مسلک رو بازی میکردن، اگه بشه گفت نعیم خلافکارم حالا یه جور داشمشتیه و به هر حال از جنس همون آدم های خاص پایین شهری و با اون طرز فکر و اینا، در قیاس با اون فیلم خیلیشون بهترن. اینم باید بگم که خیلی بی انصاف نبوده باشن. ایرادهای منطقی در فیلمنامه فراوونه. بسیاری از چیزایی که پلیس میتونه به سرعت با چند پرسش و بررسی پرونده بهشون برسه به نفع تعلیق آفرینی و کش دادن سریال مدام به تعویق میافتن. مثلا ماجرای ناپدید شدن نریمان چیزی نیست که بی توجهی بهش برای این مدت طولانی، یعنی چندین قسمت رو، بشه توجیه کرد. یا عدم بررسی پرونده زندانی شدن نعیم از همون آغاز هیچ توجیه جز کش دادن سریال نداره، در حالی که میشد با یه جور دیگه نوشتن این وقایع رو موازی پیش برد تا چنین نقدی بر سریال نشینه. شخصیت نعیم گویا از کنزنی عمیقی رنج میبره، چون این آدم با وردستش مثلا چوب برمیدارن محله به محله میرن آدمایی رو که بهشون مشکوکن کتک میزنن، اما یه لحظه این جناب نعیم شک نمیکنه که اتفاقاتی اینقدر عجیب و غریب ربطی به ماجرای عجیب 15 سال پیش خودش داشته باشه. مگه میشه؟ یا ایشون پس از بهوش اومدن سر سوزنی به اون تنه مشکوک و اون سوزنی که در رابندون بهش زده بودن و بلافاصله بازوش از شدت درد گرفته بود شک نمیکنه. همه اینا فقط واسه اینه که سریال کش بیاد و کش بیاد و کش بیاد. راستش میشد همه این نقاط ضعف رو با کمی بلند نظری و فروتنی تصحیح کرد و جوری هم بازنویسی کرد که زمان سریال کم نشه، اما در وضعیت فعلی جز کنزنی شخصیت اول قصه و کنزنی شدیداً توی چشم پلیس که به شدت فشل هم نشون داده شده و البته چندان بیراه هم نیست، چیز دیگه‌ای به ذهن مخاطب نمیرسونه. حدود یک سال خورده پیش که من تبلیغ ساخته شدن سریالی به نام پوست شیر رو شنیدم یا دیدم، به یاد آهنگ پوست شیر ابی افتاد. کودکی من در دهه 60 و در روزگار جنگ با نوار کاست گذشت. ما در اون زمان خواننده به نام ابی رو نمیشناختیم و اصلا خواننده مطرحی نبود در ایران، به جز خواننده هایی که آهنگ های شاد میخوندن و شناخته شده بودن، مثلا داریوش رو به عنوان خواننده آهنگ‌های با وقارتر به ما معرفی می‌کردن. من برای اولین بار در سن 10 سالگی اسم ابی رو شنیدم. تا سن 17-18 سالگی که ما به دانشگاه رفتیم همچنان داریوش انتخاب اول بسیاری از نوجوانان ایرانی بود و ابی واقعا خواننده جدی به شمار نمی رفت. دلیلش هم ساده بود، ما تحت تأثیر فضای اجتماع بودیم و داریوش خواننده سیاسی شناخته می شد و ما اطلاع دقیقی نداشتیم شو قبل انقلاب چه آهنگایی خوندن. آهنگ پوست شیر رو مثلا من در سن 13-14 سالگی برای اولین بار شنیدم توی نوار کاستی و فوق‌العاده جذاب بود برام. بعدتر ترانه های بیشتری از ابی شنیدیم از ترانه های پیش از انقلاب و متوجه شدم خواننده بسیار جدی با رنج صدایی فوق‌العاده، نه به خاطر داد زدنش، نه، رنج صدا رو عرض می‌کنم، و خواننده بسیار تکنیکی با شعرهای فوق‌العاده جذاب پرمغز. اما چند سال بعد در جریان دیدن فیلم های پیش از انقلاب به فیلم های جدی‌تر رسیدم و مثلا
در فکر میکنم شون ضعیف دست دادگی، فیلم ذبیح رو برای اولین بار دیدم، ساخته محمد متوسلانی با بازی بهروز وسوقی، و تمام تصورم از ترانه ابی واقعا به هم ریخت. ترانه پوستشی ترانه بسیار جذابیه، چه به لحاظ شعر و چه به لحاظ اجرا. احتمالا میدونید که واروژان آهنگساز و تنظیم کننده بسیار بزرگی در موسیقی پاپ ایران که پیش از انقلاب هم در گذشت. ایشون کلن 3 ترانه با ابی داره. یک ترانه فیلم کندو هست که خود ابی هم گویا علاقه بهش نداره و من ندیدم هرگز در هیچ کنسرتی اون رو بازخونی کرده باشه در تمام این چند دهه پس از انقلاب. یکی ترانه فیلم کندو هست، یکی ترانه شب زده است با شعری از زویا زاکاریان، و یکی پوست شیر که به نظرم پوست شیر بهترینشونه و خود ابی هم معتقده که پوست شیر بهترین ترانه که کلنشون در کل کارنامه خوانندگیش داره. اجرای ارکسترالش کامل و فوق‌العاده گوشنواز و فوق‌العاده پروپیمونه. من هرگز از شعر و فضای باشکوه این موسیقی تصوری شبیه به فضای فیلم ذبیح نداشتم. ذبیح یه فیلم به هر حال ارزشمند نیست، اما خیلی فضای پوسیده دموده و فضای شبیه فیلم‌های چرک فیلم فارسی داره. راستش رو بگم اولین بار که این فیلم رو دیدم به شدت تو ذوقم خورد و اون حس بد تا امروز هم پابرجاست. یعنی من دیگه اون آهنگ پوست شیر برام اون آهنگی نشد که به هر حال من با شنیدن عنوان پوست شیر اول ذهنم رفت به ترانه مشهور ابی و بلافاصله ذهنم رفت به فیلم ذبیح که اسمش خب خیلی نمادینه ولی خیلی هم نماده گلدرشت آشکاری داره. ذبیح اسمش روشه کسیه که ذبح میشه و قربانی میشه. ذبیح یعنی قربانی و بر وزن ذبیح نعیم. و این سریال یه بگیم بازخوانی ادای دین، من باش هیچ مشکلی ندارم و به نظرم کار جذاب و زیبایی بوده این ادای دین، و یه اتفاقاتی توی سریال میفته که همخوانی جذابی با اون داره و خیلی چیزاش هم همخوانی نداره، ولی بمایش یکیه و این هیچ ایرادی نداره. این خوشذوقی سازنده های سریال پوست شیره و این اتفاق خوبه که در سینما بیفته، زیاد هم بیفته و ما یک خانش بینامتنی داشته باشیم از فیلم های شاخص گذشته یا آثار ادبی بدون اینکه یک اقتباس کامل و سرراست باشه، بلکه رگه هایی رو میتونیم بگیریم از یک آثاری و اون رو باز پرداخت کنیم در یک قصه متفاوت یا حالا اندکی شبیه. در هر حال این بخش خاطره بازی رو هم از ما بپذیرید. امیدوارم از این پادکست بدتون نیومده باشه. تا شنیداری دیگر، بدرود.